بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه شما عزیزان. از برنامه امیر فضائل در خدمتتون هستیم و به این خدمت گذاری افتخار میکنیم که آقا امیر مؤمنان ما رو جزو نوکران خودشون قرار دادن. امیدواریم که این برنامه های کوتاه مورد رضایت شما هم قرار گرفته باشه و هر جای این عالم که هستید با شنیدن یک فضیلت از فضائل امیر مؤمنان عشق کنید و لذت ببرید و جان و دلتون صفا پیدا کنه. امروز خاطری از عمار براتون عرض میکنم. عمار یکی از شیعیان و محبین خیلی خوب اهل بیت علیهم السلام بوده، اما گاهن دچار مشکلات مادی میشده و بر این مشکلاتش با آقا امیر مؤمنان پناه میبرده. خیلی داستان قشنگی داره در یکی از میهمانیایی که در خدمت مولا بوده. از خود عمار نقل شده که عرض کرد: روزی خدمت مولایم حضرت امیر رسیدم. آن حضرت در چهره من افسردگی و ناراحتی مشاهده کرد. دلیلش رو که پرسید، عرض کردم بدهی دارم آقا جان و طلبکاران طلبشان رو از من مطالبه میکنند. حضرت به سنگی که اون یک گوشه افتاده بود اشاره کرد و فرمود آن را بردار و بدهیت را بپرداز. عمار عرض کرد این سنگ که ارزشی ندارد آقا جان، یه تیکه سنگ رو ببرم به کی بدم؟ فرمود خدا را به من بخوان، خدا را به نام من بخوان، خدا را به حق به من قسم بده تا او را برایت به طلا تبدیل کند. شما ببینید یقین به ولایت انسان به کجا میرسون. عمار عرض میکنه خدا را به اسم آن حضرت خواندم و سنگ برایم طلا شد. آنگاه فرمود به اندازه احتیاج و نیازت بردار. عرض کردم این که نرم نیست آقا، چگونه نرم میشود؟ فرمود ای کم باور، خدا را دوباره به من بخوان تا نرم شود. همانا به برکت نام من آهن برای جناب داوود نرم شد. اما گوید خدا را دوباره به اسم آن حضرت خواندم، طلا برایم نرم شد، به مقدار نیاز از آن برداشتم. سپس فرمود خدا را دوباره به حق من قسم بده تا باقی مانده طلا را به شکل اول خود یعنی سنگ درآورد. و عمار دوباره خدا را قسم میده و طلایی که اضافه مونده بود به شکل سنگ میشه. خیلی جالبه، نام امیر مؤمنان این گونه است. حضرت داوود نام حضرت امیر رو که میبره آهن براش نرم میشه. یه گروهی از جمله آنها خالد ابن ولید است که میگن امیر مؤمنان را دیدیم که زره خود را تعمیر میکند و حلقه های آهنی را با دست مبارک خم میکرد. عرض کردیم ما شنیده بودیم فقط داوود پیغمبره که خدا آهن رو براش نرم میکنه، چطور شما با دستت آهن رو نرم میکنی؟ حضرت امیر فرمود به واسطه ما خدا آهن را برای جناب داوود نرم کرد، پس چگونه ما توانایی نرم کردن آهن را نداشته باشیم؟ حضرت داوود آهن به اون سفتی و سختی رو با نام یا علی نرم میکرد و به کاراش میپرداخت. نام امیر مؤمنان این تأثیر رو بر همه چی داره و انبیاء الهی به نام مقدس حضرت و وجود مقدسش متوسل شدن. انشاءالله خداوند متعال هر جا که هستید زیر سایه امیر مؤمنان علیه السلام قرارتون بده، عمر طولانی با برکت و با عزت و همه تون انشاءالله به برکت این فضائل عاقبت بخیر کنه. ممنون از نگاه های گرمتون، خیلی متشکریم، شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. اللهم عجل لولیک الفرج.